به عرض میرساند. با توجه به تصمیم هیئت مدیره محترم شرکت، منظور شرکت دانه دانه پنبه دانه است، مبنی بر خرید زمینهای منطقه غرب تهران جهت احداث آپارتمان‌های کارمندی برای کارکنان شرکت دانه دانه پنبه دانه، مستدعی است در جلسه اضطراری روز دوشنبه، روز دوشنبه همکاران محترم، یعنی همین امروز، موضوع فوق جهت بررسی و تصویب مطرح و با عنایت و نظارت حضرت عالی، منظور جناب مدیر عامل، به مرحله اجرا و اقدام گذاشته شود. با تقدیم شایسته ترین مراتب احترام، منظوری. منظوری جان، ایشالا که خدا خیرت بده. ایشالا. مگه اینکه تو همت کنی و ما را صاحب خونه کنی. خواهش دارم محمودی جان، خواهش دارم. این وظیفه ای بود که من روی دوش خودم سنگینیشو احساس میکردم. منظوری جان، خدا تو را انشالله برای همیشه برای ما حفظ بکن. لطف دایی منچهری، لطف دایی، قربان شما. حالا منظوری جان، مطمئنی که حتما این نامه در جلسه امروز مطرح میشه؟ بله آقای منوچهری، اصلا جلسه امروز دوستان همکاران محترم به خاطر طرح این پیشنهاد تشکیل شده. آفرین. خدایا میشه ما هم یه روزی از این آلاخون والاخونی نجات پیدا کنیم و از این به بعد زیر یه سر با زن بچه‌م راحت زندگی بکنیم؟ میشه؟ انشالله که میشه. امیدوار باشید منوچهری جان. انشالله. من مطمئنم که میشه. وقتی که مدیرای شرکت وقتشون رو صرف ما میکنن، وقتی که یک جلسه مهمشون رو برای رفع مشکل ما اختصاص میدن، پس مطمئن باشیم که نتیجه مطلوبه. بله، بنده هم خیلی امیدوارم. البته همکاران محترم، بنده ترتیبی دادم که ما توی همین اتاق از لحظه لحظه تصمیمی که در اون جلسه، یعنی جلسه مدیر عامل محترم گرفته میشه، با خبر بشیم. چطوری منظوری جان؟ چجوری؟ اینجوری. بله. الو؟ خانم یوسفی، سلام عرض جو. خسته نباشین. خیلی ممنونم آقای منظوری. شما هم خسته نباشید. والا راستش میخواستم به اطلاعتون برسونم که در جلسه امروز به غیر از آقای مدیر کل، مدیر اداری، مدیر مالی و مدیر رفاه هم شرکت کردن. بله بله، فکر میکنم که خیلی جدی میخوان با موضوع برخورد کنن. خدا کنه. به حال خانم یوسفی، جا داره که بنده به نیابت از دانه دانه کارکنان شرکت دانه دانه پنبه دانه از همکاری و همراهی شما کمال تشکر رو داشته باشم. ضمناً خانم یوسفی، ما همچنان بی صبرانه در انتظار شنیدن خبرهای جدیدتر هم هستیم ها. مرحمت شما زیاد. چی شد؟ چی تو؟ خون سرد باشید، خون سرد باشید دوستان عزیز. فقط باید به اطلاعتون برسونم که جلسه اضطراری امروز به منظور بررسی و تصویب افزایش حقوق و همچنین تعیین بودجه برای خرید زمین جهت احداث آپارتمان‌های مسکونی از همین لحظه آغاز شده. ضمن بجز مدیر کل محترم، مدیر اداری، مدیر مالی و مدیر رفاه هم در این جلسه حضور دارن. Thank you.
سلام عرض کردم خانم منشی. سلام. ببخشید. شما ببخشید. شما رو من کجا دیدم؟ والا همینجا. من الان حدوداً 8 روزه که هر روز مزاحم شما میشم. نه یه جای غیر از اینجا. شما رو من کجا دیدم؟ خانم منشی ببینید، من یکی از مراجعین شرکت دانه دانه پنبه دانه هستم. صحیح. خب امرتون چیه؟ والا من الان هر روز که میام شما میفهمید امرتون چیه. من میگم با جناب مدیر کل کار دارم، شما میفرمایید که خب متاسفانه آقای مدیر کل امروز جلسه دارم. بله دقیقا هر روز همینی میگی. بازم جلسه؟ بله. یعنی بازم جلسه دارم؟ آقا تقی، میوه‌هایی که برای جلسه امروز گرفتی همچین تعریفی نداشت. میوه‌هاش دست چین خانم منشی، شیرنیش هم تازه و سفارشیه. برای دست درد نکنه، ولی میوه‌هاش فلسیده است. میبخشید خانم منشی، ممکنه بفرمایید که این ضیافت جناب مدیر کل چه ساعتی تموم میشه؟ ضیافت؟ منظورم همین جلسه است دیگه. معلوم نیست، شاید تا ظهر، شاید هم تا عصر، شاید هم تا شب، شاید هم تا نصف های شب. بسیار خوب، ایرادی نداره. خیلی ممنون. هیچ ایرادی نداره. اگه واقعا تو این جلسه قراره برای رفاه کارمندان تصمیمی گرفته بشه، تا هر وقت که میخواد طول بکشه بکشه، من منتظر میمونم. به هر حال کارمندان دانه دانه پنبه دانه از خودمون هستن، غریبه که نیستن. بفهم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. بله بفهم. آقای تهیه کننده گفتن به شما هم چای بدم. به 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 به، چه بذل و بخششی. ببینم این جناب تهیه کننده جزو مدیران شرکت دانه دانه پنبه دانه هستن؟ نه خیلی نیستن، جزو کارمندای دانه دانه پنبه دانه هست. آها، پس قندت کن. رومیز. رومیز. با اجازه. خب آقایون، دستور جلسه امروز در مورد چیه؟ قربان، جلسه امروز در مورد دو طرح پیشنهادی از طرف کارمندان شرکت. عجب، طرح هم میدن. بی زحمت اون نمایشتون ببرم. متشکرم. طرحشون یا در مورد اضافه حقوقه یا در مورد اضافه کاری. اتفاقا حق با شماست، یکی از پیشنهاداتشون در مورد اضافه حقوقه. بسیار خوب، موارد رو یکی یکی مطرح کنید تا در موردشون تصمیم بگیرید. اطاعت کنم. عرض کنم اولین پیشنهاد درخواست افزایش حقوق ماهیانه است. اظهار داشتند که حقوق ماهیانه‌شون بسیار ناچیز و کمه که حتی کفاف مخارج روزانه‌شون رو نمیده. چه توقعاتی دارم واقعا. نمکنون کسی کنیشی؟ اونا که در عرض هفته 5 روز کار میکنن، 5 شنبه و جمعه هم که تعطیلن. متشکرم. تازه اون 5 روز هم اگه کار کنن. بله قربان، قبل از گرفتن هر تصمیمی در مورد این پیشنهادها بنده عرضی داشتم. بفرمایید. متشکرم قربان. صرف شده؟ عرایزتونه بفرمایید. بله بله، ببخشید. میخواستم عرض کنم که با تعطیل شدن شرکت در روزهای پنجشنبه واقعا راندمان کار پایین اومده و شرکت رو با مشکلات عدیده مواجه کرده. به همین خاطر پیشنهاد میکنم که دستور بفرمایید روزهای کار در این شرکت از 5 روز به 6 روز افزایش پیدا کنه تا راندمان کار بالا بره. بسیار پیشنهاد معقولیه. بنده با افزایش روزهای کاری موافقم. بسیار خوب، افزایش بدید، افزایش بدید تا راندمان کار بالا بره. بله بنده هم شنیدم جناب مدیر کل فرمودن افزایش بدید تا راندمان کار بره بالا. بله شمایید خانم یوسفی؟ بفرمایید. بله بله، جدن خیلی متشکرم خانم یوسفی، واقعا لطف کردید، مرحمت زیاد، متشکرم.
خب دوستان، همکاران محترم، مفتخرم به اطلاعتون برسونم اولین پیشنهاد مبنی بر افزایش حقوق مورد تصویب قرار گرفت. بله آقای محمودی، خانم یوسفی خودشون با گوشهای خودشون شنیدن که آقای مدیر کل فرمودن افزایش بدی تا راندمان کار بره بالا. منظورم متشکری. اجازه من این موضوع به خانم اعتراف بدم. قربان، پیشنهاد بعدی در مورد خرید زمین‌های قلب تهران جهت احداث مجتمع مسکونی کارمندان شرکت. تا اونجایی که من اطلاع دارم موقعیت اون زمین رو برای احداث کارخونه مورد تصویب قرار داده، نه برای مجتمع مسکونی کارمندان. کاملا درسته. راستی قربان، هیئت مدیره بالاخره تصمیمی در مورد احداث استخر در مجتمع ویلاهای کنار دریا گرفتن؟ امضا تابستون که خیلی به آقایون مدیران سخت گذشت. بله قربان، نداشتن استخر در مجتمع ویلاهی باعث شد آقایون مدیران صبح ها در ویلا خانه نشین بشن، بعد از اونا به دریا برن. به نظر بنده ساخت یک استخر در مجتمع ویلایی بودجه چندانی نمیخوام. با خرید مقادیر مساله و وسایل مورد نیاز به راحتی میشه در اون مجتمع استخری ساخت که آقایون مدیران در هنگام استراحت راحت باشن. و اتفاقا هیئت مدیره در آخرین جلسه با این پیشنهاد موافقت کرد و دستور خرید مساله و ساختش داد. بخرید و بسازید تا همکاران رو راحت باشن. متشکریم. بله ما متشکریم. بخرید و بسازید. تو این جلسه چه بسازیه؟ الو آقای منظوری، مشته جدی؟ خانم یوسفی واقعا متشکریم. فقط خانم یوسفی خدا کنه که امور مالی با خرید و ساخت این خونه موافقت کنه، نگه بودجه نداریم. بله ما همچنان منتظریم، مرمتون کم نشه. تشکر میکنم. خدایا شکر. توی فون عیالم اومده بود که ما به زودی صاحب خونه میشیم. چی شد آقای منظوری، موافقت کردن؟ بله محمودی جان، خوشبختانه امروز شاهین بخت و اقبال همچنان داره بر سر ما کارکنان شرکت دانه دانه پنبه دانه پرواز میکنه. خانم یوسفی خودشون با گوشهای خودشون شنیدن که آقای مدیر کل خوشحال و خندان فریاد زدن بخرید آقا، بسازید آقا، تا همکاران ما خیالشون راحت باشه. منظوری متشکری. فقط خدا کنه که برای این ساخت و ساز خونه ها بودجه داشته باشن. خب دوستان، بنده پیشنهاد میکنم نهار امروز ظهر رو به اتفاق در رستوران نونبیار کباب ببر مقابل شرکت صرف کنیم بهتره. نظر شما چیه؟ موافقیم. به خصوص که برای این منظور بودجه کافی موجوده. قربان خیالتون راحت باشه. بله آقای منظوری، باور کنید خودم شنیدم آقای مدیران یه صدا فریاد می‌زدن موافقی. مدیر امور مالی گفتن که برای منظور بودجه کافی در نظر گرفته شده. نه خیالتون راحت باشه. قربان خسته نباشید. امری داشتین بفرمایید. ببخشید کار رو پرونده من تمام شده، فقط مونده امضای جناب عالی. بدین به خانم منشی امروز بعد از ظهر من امضا می‌کنم. قربان بعد از ظهر نمیشه همین الان محبت.
آقای عزیز، الان وقت ناهاره. بنده که در موقع ناهار نمیتونم چیزی رو امضا بکنم که. بله باشه، بعدن بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید خانم یوسفی، شیرینی خونه هاست. دست شما درد نکنه آقای منظوری. خواهش میکنم شما بفرمایید دهنتون شیرین کن. بله به مناسبت خونه دار شدن کارکنان شرکت دانه دانه پنبه دانه است. بله خیلی ممنون. ببینم آقای منظوری، شما میدونید چرا از قدیم گفتن شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه؟ نه خیر نمیدونم، برای چی گفتن؟ خب یه چند روزی که صبر کنید خودتون متوجه میشید چرا گفتن. مگه نه؟ شبتون بخیر.